ایلان ماسک رئیس شبکه اجتماعی اکس میگه فعالسازی اینترنت ماهواره استارلینک فقط در صورت تایید دولت اسرائیل و آمریکا انجام میشه. پیشتر بعضی از چهره‌های سیاسی در آمریکا قطع اینترنت رو در غزه غیر قابل قبول خونده و از استارلینک خواسته بودند دسترسی به اینترنت رو برای این منطقه به ویژه سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی فراهم کنه. شماری از نهادهای حقوق بشری هم با ابراز نگرانی شدید از قطع اینترنت در غزه گفته بودند این مسئله میتونه پیامدهای بسیار جدی داشته باشه. در حال حاضر داده‌های نت بلاکس نشون میده ساکنان غزه به اینترنت دسترسی چندانی ندارن. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. فقط بعد اصلاح بکنن دسترسی دارن، الان دیروز بود که دسترسی نداشتن. آقای معماریان چطور می‌بینید موضع آقای ماسک رو که اول به نظر می‌اومد که خیلی دنبال این هستش که حداقل به سازمان‌های بین‌المللی معتبر در غزه امکان دسترسی رو بده، ولی بعد دیدیم وزیر ارتباطات اسرائیل به شدت به او تاخت و به نظر میاد بعد از اون یکم آقای ماسک عقب‌نشینی کرد؟ همینطور هست. به نظر میرسی که آقای ماسک فکر میکرد که این مسئله بسیار قبول شده هست، پذیرفته شده هست که وقتی که اینترنت قطع میشه و سازمان‌های امدادرسان، روزنامه‌نگاران، پزشکان، کادر پزشکی، سازمان‌هایی که مثل پزشکان بدون مرز اونجا هستن و دارن خدمات داوطلبانه ارائه میکنن، این یک چیزی شاید پذیرفته شده ای هست در جهان که برای اونها دسترسی به اینترنت فراهم کرد. بعد این واکنش وزیر ارتباطات اسرائیل بود که باعث شد که ایشون بگه که قبل از اینکه بخواد این کارو بکنه، قبل از اینکه بخواد ترمینال‌های استارلینک رو فعال بکنه، قطعاً هماهنگی‌های امنیتی رو با مقامات اسرائیل و آمریکا جان قرار داد. ولی به نظر میرسید که دیگه همه این روی توافق داشته باشن که این افراد باید در اون منطقه به اینترنت دسترسی داشته باشن و این مسئله مهمی هستش که الان ما باش مواجه هستیم. همونطور که سازمان حفاظت از خبرنگاران در نیویورک مطرح کرده، بیانیه نوشتن و ابراز نگرانی کردن، وقتی که شما در یک منطقه‌ای که به هر حال منطقه جنگی است، الان دیگه اونجا جنگ هست و داره هر ساعت بمباران انجام میشه، وقتی که اینترنت نباشه، برق نباشه، وقتی که کاملا کسانی که میتونن که اون یه بخشی از حقایق رو در واقع اونجا ثبت بکنن نتونن این کار رو انجام بدن، این یک تبعات بسیار وحشتناکی داره و این کاری که در واقع مقامات اسرائیلی دارن انجام میدن خلاف آزادی بیان هست و باید حتما تحقیقات در این زمینه خواهد شد، در خصوص اینکه آیا نقض قوانین مربوط به جنگ هم هست یا نه. ولی در نهایت به نظر من مسئله که اتفاق افتاد نگرانی بسیار زیاد. آقای معماریان ارتباطات آیا قطعش جزء نقض قوانین جنگ هست؟ نمیدونم، دارم میپرسم از شما. ببینید الان قبل از این حمله شرورانه و جنایتی که حماس کرد در 7 اکتبر، سازمان بین‌المللی کیفری همچنان روی موضوع غزه بود، در خصوص نقض حقوق بشر، نقض قوانین مرتبط با جنگ، اینترنشنال هیومانیتریان لا، داشت تحقیق میکرد، سالها داره تحقیق میکنه، بسیاری منتظر هستن که نتیجه تحقیقات رو ببینن. همین الان رئیس این دادگاه در مصر سخنرانی کرده در خصوص موارد نقض. وقتی که شما میخواین که در خصوص در مورد حماس هم همینطور برای جمع کردن شواهد و در شواهد جنایتی که انجام شده، بعد بتونن که بعد اطلاعات وجود داشته باشه، خبرنگاران، گزارشگران، محققان، کسانی که برای کارهای تحقیق در این حوزه میکنن بتونن که دسترسی داشته باشن. در خصوص غزه همینطور هست، در خصوص غزه بعد بتونن همه این افراد دسترسی داشته باشن به اینکه ببینن که چه اتفاق میفته، خرابی ها چطوری هست، آیا اهدافی که مورد حمله قرار گرفته اساساً یک اپلیکیشن یا کاربرد نظامی داشته نداشته. تمام اینها چیزی هستش که باید دسترسی وجود داشته باشه به اطلاعات، باید افرادی باشن که بتونن ثبت کنن. اگر که بتونه که دادگاه برمانه کیفری اینو ثابت بکنه که این قطع اینترنت، چون اسم مقامات اسرائیل همچنان به عهده نگرفتن این قطع ارتباطات رو، اگر بتونه ثابت بکنه که چنین قطع ارتباطی برای این بوده که جلوگیری بشه از ثبت اون چیزی اتفاق میفته، یعنی شواهد رو نابود کردن یا شواهد رو مخفی کردن، بعد به هر حال برای اسرائیل مشکل ساز خواهد بود. این مسئله هستش که به هر حال در طی روزهای آینده، در طی ماهای آینده، مسئله بسیار حساسی برای اسرائیل خواهد بود. اگه شما توجه کرده باشین در طی روزهای اولیه مقامات اسرائیلی برخیشون با توجه به
همدردی جهانی بمونه که وجود داشت به توجه به جنایاتی که انجام شده بود، یک زبانی رو استفاده می‌کردن که این زبان زبانی نبود که در دموکراسی ازش استفاده می‌کنن، زبانی نبود که با توجه به قوانین مرتبط با جنگ و منازعه کشورها ازش استفاده کنن. در طی روزهای گذشته متوجه شدن که در دو هفته گذشته متوجه شدن که این زبان میتونه که در دادگاه‌های بین‌المللی علیه خود مقامات اسرائیلی استفاده بشه با توجه به اتفاقی در غزه. بنابراین از جهات مختلف آقای معماریان، فرصت کوتاه است، خیلی کوتاه میخوام اینو ازتون بپرسم اگر اشاره بفرمایید، چون به دادگاه بین‌المللی کیفری اشاره کردید و اینکه اتفاقا الان دادستانش کریم خان در نزدیکی مرز غزه و مصر در سمت مصر هست در گذرگاه رفح و خیلی هم داره تلاش میکنه که خودش رو به غزه برسونه، در یک پیام در شبکه اجتماعی گفته دوست داره به اسرائیل هم بیاد، اما میدونیم که اسرائیل جزء امضا کنندگان توافق روم برای دادگاه بین‌المللی کیفری نیست. با توجه به این چقدر این دادگاه میتونه قلمرو داشته باشه برای محاکمه احتمالی عاملان این جنگ؟ ببینید کیش کدوم از کسانی که از حماس در این جنایت دست داشتن در نمیتونن که از اون منطقه خارج بشن، در سراسر دنیا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. اون جنایت که در غزه اتفاق میفته، در اسرائیل اتفاق میفته، موضوع کار دادگاهی که به عنوان کیفری هستش. بنابراین فقط میتونن در همون جا باشن و اگه سفر بکنن اینا و جایی بخوان برن که در حوزه یعنی در اون از نظر استحفاظی به هر حال کشور مختلف بتونن تحت تحقیقشون قرار بدن، براشون مشکل ساز خواهد بود. کما اینکه در دولت آمریکا شما توجه کنید بعد از ماجراهایی که در عراق و افغانستان اتفاق افتاد، برخی از مقامات دولت بوش سالها سفر نکردن، چون که این نگرانی وجود داشت که به خاطر تغییراتی که در حوزه قضایی بین‌المللی اتفاق افتاده در برخی از کشورها مورد پیگر قرار بگیرن. بنابراین درست هستش که اسرائیل اینو جزء رومستاشیون نیستش، ولی موضوع غزه مورد جزء تحقیقات این دادگاه هستش و از همین جهت هستش که ما می‌بینیم در طی روزهای گذشته احتیاط بیشتری از سوی مقامات اسرائیلی در خصوص اظهاراتی که می‌کنن وجود داشته. مقامات آمریکایی هم همینطور هستش، هم از آقای جک سالیوان گرفته تا خود آقای بایدن در مورد هر بحثی در خصوص حمله یا دفاع اسرائیل از خودش مطرح می‌کنن، این موضوع رو مطرح می‌کنن که جون غیر نظامیان باید ازش حفاظت بشه. بنابراین پیچیدگی‌هایی داره که الان به هر حال احساسات خیلی بالا هست، افراد به هر حال خیلی نگران هستن، ولی برای دموکراسی ها، برای کشورهایی که تابع قوانین بین‌المللی هستن، چه عضو برخی از این کنوانسیون ها که این توافق ها باشن یا نباشن، به هر حال تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، باید به هر حال حساسیت های این موضوعات رو در نظر گرفت. ممنونم، امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت.